بله، یکی از برنامه های جدا نشدنی شب یلدا تفعول به دیوان حافظ هست، حافظی که همه ما دوستش داریم و من به گمانم که حافظ آینه است برای ما ایرانی ها و ما خودمون رو میتونیم نیت هامون رو در شعر حافظ به درستی پیدا کنیم. حافظ گویا که خودش هم علاقمند به این فال و گرفتن فال از اشعارش بوده، چرا که در بعضی از اشعار حافظ ما میتونیم این واژه ها رو پیدا کنیم، چنان که گفته که زده ام فالی و فریاد رسی می آید، یا به ناامیدی از این در مرو بزن فالی، و یا جای دیگه که گفته زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد، و اینا همه نشون میده که خود حافظ هم گوشه چشمی به اشعار خودش داشته و میدونسته که مردم میتونن نیتهای خودشون رو از بین اشعار او پیدا کنن. و همونطور که گفتم یکی از بخشای جدا ناشدنی شب یلدا گرفتن فال حافظ هست. و خب میریم نیت کنیم. مهمترین بخشش نیت هست. دلهامون رو میدیم به دست حضرت حافظ، نیتی که در نظر داریم که فکر میکنم این روزا شاید یکی از مهمترین نیتهای اکثر ما ایرانی ها تندرستی و سلامتی و از همه مهمتر آرامش و صلح برای کشورمون و برای مردمانمون هست و امیدواریم که این نیت همه ما به زودی برآورده بشه. نیت میکنیم و میخونیم که ای حافظ شیرازی بر ما نظر اندازی، من طالب یک فالم تو کاشف یک فالی، تو دانای هر رازی قسم به شاخ نباتت، به اون قرآنی که در سینه داشتی و به تو لسان الغیب میگن بنما آنچه را که میدانی. خب میریم سراغ فال حافظ و نیتمون رو در نظر میگیریم. اومده غزل 379 که البته این غزل در شروعش ابتداش در صفحه قبلی هست، ما صفحه قبل رو میزنیم و میخونیم غزل 379 رو. ز در در آ و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن، اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیالی بدهش گو دماغ را تر کن، به چشم و ابروی جانان سپرده ام دل و جان، بیا و تماشای طاق و منظر کن، ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برا و چراغ مه بر کن، بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر سوی فردوس و عود مچمر کن، از این مزوج و خرقه نیک در تنگم، به یک کرشمه صوفی وشم قلندر کن، چو شاهدان چمن زیر دست حسن تو اند، کرشمه بر سمن و جلوه بر سنوبر کن، فضول نفس حکایت بسی کند ساقی، تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن، حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن، طمع به قند وصال تو حد ما نبود، حوالت هم به لب لعل همچو شکر کن،
لب پیاله ببوس، آنگهی به مستان ده. بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. خب این فال نشون میده که نیت هامون رو میگیریم، اما البته نه به سادگی، نه به راحتی و زمان نیاز داره. اگر هیچ کدوم از بیت های این غزل مطابق نیت شما نبود، میتونیم بریم و شاهد غزل رو بخونیم و میدونید که غزل بعدی هست و ابیات اول و سوم و پنجم. حالا نمیدونم، من میخونم براتون، شاید که جواب فال شما در این سبیت گنجونده شده باشه. ای نور چشم من سخنی هست، گوش کن. تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. برگ نوا تبه شده، ساز طرب نماند. ای چنگ ناله برکش و ای دف خروش کن. پیران سخن ز تجربه گویند، گفتمت هان ای پسر که پیر شوی، پند گوش کن. با آرزوی اینکه همه شما دوران پیری رو با سلامتی و تندرستی بگذرونید و جوابتون رو از فال حافظ گرفته باشید.